این سند دیگری است در پرونده سیاه اقدام های سران فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. مردم کرمانشاه از ساعت‌ها قبل برای تشییع پیکر شهید بسیجی سانی ژاله در فرودگاه شهید اشرفی حضور یافتند. پیام سران فتنه اینه که با خشم مردم روبرو هستن. این سران فتنه باید خجالت بکشن از خودشون که خون این جوانان ما ریختن. ما از خون این شهیدا در برابر سران فتنه هیچ وقت نمیگذاریم. با خون سانه ژاله درخت انقلاب پایدارتر شد. شهادت سانه ژاله باعث شد ما سران فتنه رو بیش از پیش بشناسیم. باید واقعا برخورد جدی بشه با سران فتنه، واقعا محکوم بشن، باید اعدام بشن که امنیت ما رو به خطر دارن میندازن. مرگ بر موسوی، مرگ بر کروبی، مرگ بر کروبی، میکشم میکشم آن که برادرم. این روزها به 25 بهمن نزدیک میشیم و راهپیمایی اعتراضی که سال 90 برگزار شد. به عنوان یکی از بستگان سانه میتونید بگید سانه ژاله این روزها کجا بود؟ آیا تهران بود یا شهر خودشون بودن؟ سانه تقریبا چند روز قبل از 25 بهمن با اینکه با مخالفت خانواده‌اش روبرو شد که نرو اینجا بمون و از تعطیلات استفاده کن، برگشت به تهران و متاسفانه دیگه برنگشت. خب یک سال گذشت از کشته شدن سانه ژاله. به عنوان یکی از کسایی که بهشون نزدیکید، به خانواده‌شون، میتونید بفهمید که این یه سال در واقع به خانواده چه گذشته تو این مدت؟ توی یک سال گذشته خانواده ژاله و مخصوصا پدر مادرش فقط با فشارهای روحی روانی مواجه بودند. فقط از دست دادن فرزندی که همه وجودش عشق به انسانها بود و دغدغه نفس کشیدن و آرزوی فیلم ساختن توی جامعه آزاد. از سوی دیگه فشار بود و فشار، تهدیدهای امنیتی از سوی اطلاعات، امام جمهوری پاوه، پسرخاله سانه و نوکرهاش. با اینکه با عکس‌العمل تند خانواده سانه مواجه می شدن، باز هم با وقاحت تمام برای وارد کردن فشارهای بیشتر به خانواده نزدیک می شدن. یعنی چه فشارهایی؟ ممکنه بگید که این فشار اصلا چه تأثیری روی خانواده گذاشت؟ چون من شنیدم که ظاهرا پدرشون هم به لحاظ سلامتی اوضاع خوبی ندارن، درست هست؟ بله کاملا درسته. این فشارها توی یک ماه گذشته به حدی رسید که توی ماه گذشته پدر سانه دچار حمله شدید قلبی شد و طبق تشخیص پزشکاش تنها چیزی که باعث این اتفاق شده فشارهای عصبی و روحی روانی بوده. خب سانه ژاله از جمله کسایی بود که بعد از کشته شدن هم صدا و سیما و هم حاکمیت ایشون رو به عنوان بسیجی معرفی کردن و خودشون هم مراسم براش برگزار کردن. حالا میخوام ببینم به سالگرد که نزدیک میشیم آیا این نگرانی وجود نداره که مبادا دوباره خود حاکمیت وارد بشه و سالگرد برگزار بکنه؟ میخوام بدونم خود خانواده برنامه‌ای داره برای برگزاری مراسم سالگرد؟ دقیقاً راجع به این موضوع باید بگم که مثل پارسال که جز پدر و مادر سانه اونم صرفاً به خاطر دیدن جنازه پسرشون کسی از خانواده توی مسجد حاضر نشد، امسال هم خانواده در هیچ مراسم دولتی شرکت نمی کنه و اصولاً مردم کردستان هرگز تدابیر امنیتی رو به رسمیت نشناختن که بخوان الان به رسمیت بشناسن. خانواده مراسم سالگرد رو توی منزل شخصی پدر سانه برگزار می کنه و پیشاپیش اینم اعلام کنن که اگه دوباره صدا و سیما جمهوری اسلامی بخواد انسان‌های وقیحی مثل زین الدین انصاری که همون پسرخاله سانه رو به عنوان پدر سانه جا بزنه، یه دروغ بزرگه و با عکس‌العمل شدید پدر مواجه. و نمیدانم چرا این آقایان کوتاه نمیان، چرا مردم و جوانای مردم رو دعوت به اختشاش میکنن تا اینکه منافقین کردل که به هر دری میزنن برای ساقط شدن این نظام و نابود شدن این مملکت ایران اسلامی. بر حال جوانای مثل سانه که دانشجوان و پاکدلن و ساعت 6 تو خوابگاه بوده، شامم خوردن، رفته وسایل خرید همون
کلاتش رو مهیا بکنه با رفیقش، خب اینا سوء استفاده کردن. چند تا جوان ساده پاکی مثل ایشان رو شهید میکنن. خب ولی تو این یک سال گذشته پدر و مادر به دلیل فشارهای حالا امنیتی یا تلخیایی که داشتن سکوت کردن. خب همینطوره. پدر سانه در صورتی که توی سالگرد پسرش از طرف تلویزیون میان سانه خطیری مثل شریعت مداری بخوان باسم سانه رو بوان بسیجی معرفی کنن، پدر قطعا سکوت خودش رو میشکنه و مظلومیت پسرش رو با صدای بلند فریاد. شاید حضور شما که ببینید به ما زیاد میگن، سوال میکنن، میگن بعضی از خبرهای خیلی محرمانه تون از کجا میارید و ما معمولا پاسخمون اینه. چند وقت قبل تو تلویزیون که از همکاران محترم شما این سوال کرد، من بهش جواب دادم، چون میگفت این خبرهایی که وزارت اطلاعات هم نداره. مثلا گفتم آره بعضیش اینطوری. گفت کجا میارید؟ گفتم بچه حزب الله همه جا هستن. من اینجا لازمه در مورد برادر بسیار عزیز و شهیدمون، جوان شهید آقای سانه جاله، یا به قول رادیو فردا خانم جاله سانه ای، در مورد آقای سانه جاله عرض بکنم که ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس میگرفت و خبرهای خیلی خوبی ما میدون. من دیگه پس اجازه بدیم بگم، چون این کار چیزه، حالا که دیگه شهید شد و انشالله اونجا بهرش میبرن. از جمله مثلا به اتفاق بعضی از اینا پیش آقای منتظری رفته بود، میومد خبرشو مطرح میکرد و من ارجاع میدم اونایی رو که میخوان توی این نکته دقیق بشن، ارجاع میدم به بعضی از خبرهای ویژه کیهان که البته اسمی از منبع برده نشده ولی هم چی وضعیتی هست. من معتقد هستم که ایشون رو شناسایی کردن و زدن و نمیتونم اینطوری نباشه، چون نوع شهادت ایشون هم همین. شما بیشتر در جریان بودید، فکر میکنین چه دلایلی داشت در واقع؟ یعنی میتونین یه خورده جزئیات رو توضیح بدین که دلیل این سکوت چه بوده، چه مفهوم و چه معنا و چه پیامی میتونه داشته باشه؟ این سکوت از طرف پدرسانه معنی بسیار زیادی داره، چون اینا توی یک سال گذشته با فشارهای زیاد حتی با تطمیع تهدید سعی کردن از پدرش مصاحبه بگیرم. من یادم هست یک مصاحبه‌ای هم در پرس تیوی منتشر شده بود که گفته بود پدر سانه هستش و اعلام کرد که پسرش بسیجی بوده و از طرف منافقین کشته شد. آره دقیقا، ایشون بنیدین انصاری بودن، پسر خاله ایشون که خودشون رو به جای پدر سانه جا زدن. و نکته جالب این دست با این که توی یک سال گذشته توی پارسال سانه رو به عنوان بسیجی معرفی کردن، آقای شریعت مداری اتهامات ظریف رو به سانه زد، ولی توی یه سال گذشته خودشون هم هیچ چیزی نگفتند، چون هیچ چیزی نداشتن از سانه که بگن، چون اصلا سانه رو نمیشناختن. و حتی آقای شریعت مداری با این وقاحتش حتی جرأت نکردید کلمه توی کیهان راجع به سانه بنویسه، چون واقعا چیزی ندارن راجع به سانه که بنویسه. خب شما فکر میکنید که از سانه چه چیزهایی به یادگار مونده؟ به هر حال ایشون دانشجوی هنر بودن. شما خودتون از سانه چه چیزهایی مونده و فکر میکنید میتونید که سانه رو معرفی بکنید؟ حالا در داخل ایران ممکنه رسانه ای نباشه، ولی میتونید توضیح بدید که آیا امکان این هست که سانه رو بیشتر معرفی بکنید؟ به هر حال ناظر برنامه خاصی وجود نداره به این کار، ولی من قول میدم که به مرور زمان کارا، دستنوشته ها، شعر ها، خلاص نمایش نامه های سانه منتشر میشه و مردم مطمئنن با خوندن نمایش نامه های سانه، طرح های داستانی سانه بیشتر با فکر و تفکر سانه آشنا میشه. اون روزی که آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان داشت سانه رو به عنوان بسیجی معرفی میکرد و میگفتش که در واقع ایشون نفوذی بودن، به نوعی ایشون رو به عنوان جاسوس کیهان معرفی کرده بود، خیلی ها زخمی شدن مخاطبان معمولی.
میتونید بگید پدرش و مادرش آیا اون صحنه رو دیدن که شریعت مداری راجع به پسرشون چه چیزهایی گفت؟ اون صحنه رو بعدها دیدن، چون مطمئنن که اگه اون صحنه رو میدیدن از تلویزیون هرگز تاب و توان تحملش رو نداشتن، ولی خب بعدها اون صحنه رو دیدن و چیزی جز عشق ریختن و گریه کردن نداشتن واسه انجام دادن، چون با فشار زیادی مواجه بودن، نگران بچه های دیگه بودن، ولی واقعا صحنه ترسی بود. و قطعا یه روزی آقای شریعت مداری و امثال هم باید جوابگوی این اتهامشون باشن. از مادر سانه جاله میتونید برای ما مختصری توضیح بدین که چه بر مادر سانه گذشته؟ مادر سانه مثل مادر بسیاری از شهیدان، مثل مادر ندا، مثل مادر سخراب، مثل مادر فرزاد، خیلی داغ داره، خیلی تنهاست، مثل خیلی از مردم میان بهش تسلیت میگن، ولی احساس من اینه که از درون خیلی تنهاست، چون مشخص احتیاج به گفتن نداره. یک فرزند رو از دست داده، یک فرزند رو به این صورت خیلی ناجوان مردانه از دست داده و همیشه یه قضیه رو نقل میکنه و واقعا ترسه و واقعا دردآوره. اینکه یک 563 اون روزی که سانه به دنیا میاد، مادرش تنها سانه رو به دنیا میاره، مادرش تنها به بیمارستان میره و سانه تنها چشم به روی دنیا باز میکنه، همونطور که تنها چشم به دنیا فرو میبنده. پدر مادر سانه یه شعری رو روی مزار سرشون خط کردن که هر کسی که میره اون شعر رو از نزدیک میبینه و میخونه متوجه میشه که معنی عمیقی پشت اون شعر میخونه. شعر به زبان کردی هست درسته؟ بله، شعر به زبان کردی هست و ترجمهش هم به فارسی تقریبا این میشه که برای یک عقاب بلند پرواز اینکه چقدر پرواز کرده مهم نیست، مهم اینه که چگونه پرواز کرده، چگونه زندگی کرده و چگونه مرده. ناگفته‌ای باقی مونده در مورد سانه، در مورد این یک سالی که به خانواده گذشته، اگر ناگفته‌ای باقی مونده بفرمایید. فقط صحبت از فشارهایی که روی خانواده‌اش بوده، خانواده‌اش به خاطر این فشارها نتونستن صحبتی کنن، سکوت کردن، ولی من میخوام مردم بدونه که سکوت خودشون معنا داره. فکر میکنین با این سکوت ممکنه یعنی مردم فراموش کرده باشن سانه جاله رو؟ فکر میکنم اصلا اینطور نیست، چون از افغانات ایران هر کسی که به شهر سانه میره، به پاوه میره، پاوه رو با اسم سانه میشنسن، چه بسیار آدمایی بودن که حتی خانواده سانه اون رو نمیشنسن، ولی یهو در منزلشون میستن و تسلیت میگن و میرن. مثلا مردم ایران شریفتر از این هستند که بخوان فراموش کنن جوانای مثل سانه رو. من شنیدم که برای در واقع سنگ قبر سانه هم یک اتفاقاتی افتاد که مجبور شدن عوض بکنن. میشه یک مختصری هم توضیح بدین که آیا رفتن به مزار سانه مشکلی برای کسی درست کرده یا نه؟ من خدمتتون عرض کنم، خود بنیاد شهید توی سال گذشته خیلی سعی کرد که پدر سانه رو مجاب کنه، زیر نامه‌ای رو امضا کنه و سانه رو شهید محسوب کنه و خودش رو خانواده شهید به حساب بیاره و مزایشون استفاده کنه. خانواده بنیاد شهید میاد طبق سنتی که داره خودشون واسه خبر انجام میدن، خودشون میان سنگ قبر میذارن روی قبر شوهر داشتن و پرچم ایران رو روی اون مرد دست میکنن، ولی خانواده سانه هرگز همچین اجازه ای رو ندادند و کسایی که اومدن و دیدن خودشون میبینن که سنگ قبر رو خود خانواده نصب کردن، حتی روی سنگ قبر اشاره شده که سانه در وسط گلوله کشته شده و یه شعر کردی هم روی سنگ قبرش نوشته شده. خودش خیلی معنی پشت